غافلگیر کننده ترین قسمت تاریخ تلویزیون ایران در سریال پوست شیر. سلام علیکم، حالتون چطوره؟ خوش اومدیم به چنل مهرشاد فیلم. امیدوارم که حالتون عالی باشه. خب بالاخره قسمت 18 سریال پوست شیر با کلی تأخیر منتشر شد و با کشته شدن ساحل هممون رو غافلگیر کرد. توی این ویدیو اول یه خلاصه ای از این قسمت میگم و بعد میریم سراغ بررسی نکاتش. لطفاً سابسکرایب چنل مهرشاد فیلم هم یادتون نره. بدون معطلی بریم سراغ این ویدیو. اولین غافلگیری این قسمت توی همون سکانس اول بود که یه فلشبک زد عقب و مشخص شد جلوه رئیس پلیس اون اداره مشکات رو به طور سوری اخراج کرده، چون مشکات بهش گفته که نعیم برمیگرده پیشش و هیچ کس، حتی خود نعیم هم نباید بدونه که مشکات الکی اخراج شده تا عملیات لو نره. بعد اینکه نعیم و مشکات از طریق همون سوپرمارکتی که آدم روبا اون نزدیکی‌ها دوبار جریمه شده بود آدرس یه عرق فروشی به اسم فرشاد رو پیدا میکنن، همون عرق فروشی که به آدم روبا مشروب میفروخته، با لیلا و صدرا میرن سراغش و آدرس باقی که توش ساحل زندانی شده رو پیدا میکنن. قبل اینکه برسن آدم روبا از باغ خارج شده و البته که یه نشونه هم از قصد باقی میذاره، همون حلقه طلا رو میذاره توی دستشویی. ساحل هم با چکشی که داره میره درا رو میشکنه که فرار کنه، اما میبینه که هیچ راه فراری نیست و توی این لحظه نعیم و مشکات و صدرا و مادر ساحل از راه میرسن. در یک صحنه دراماتیک و جذاب لیلا ساحل رو وقتی میخواست خودکشی کنه پیدا میکنه، چون ساحل فکر میکرد که آدم روبا اومده داخل باغ و الان به خاطر فرار کردنش میکشتش. فکر نمیکرد که نعیم و مامانش و اینا اومدن. بعد اینکه همه رفتن توی بغل همدیگه و اشک شادی و غم میریختن، ساحل رو میبرن بیمارستان و از اونجا با اسکورت پلیس میبرنش سمت خونه. مشکات هم حلقه‌ای که آدم رو با اونجا گذاشته بود رو پیدا میکنه که روش نوشته این ساد. این هم بگم که رضا پروانه وسط ترمینال که رفته بود دنبال مژگان بیهوش میشه و میبرنش بیمارستان و مژگان هم میفهمه و میره بالا سرش. و اما غافلگیر کننده ترین لحظه سریال کشته شدن ساحل بود. شخص آدم رو با همه این اتفاقات رو برنامه ریزی کرده بود و میخواست اون ضربه آخر رو به نعیم بزنه و ساحل رو جلوی پدر مادرش بعد اینکه پیدا کردنش به قتل برسونه، اونم در حضور پلیس. حالا بریم سراغ بررسی نکات این قسمت. در مورد کشته شدن ساحل اول از همه بگم که در این ویدیو که الان لینکشون بالا بهتون نشون داده میشه گفتم که احتمالاً ساحل میمیره، ولی واقعاً فکر نمیکردم که الان این اتفاق بیفته. و اینکه آقای محمودی، شما در ادامه سریال باید دلیل قانع کننده‌ای برای این اتفاق بیاری، چون که یک بار گفتی ساحل مرده، بعد نشون دادی که زنده است و الان دیگه واقعاً کشته شد. این رو هم بگم که دوستان عزیز، مشکل آدم رو با که الان بهتره بگیم قاتل با نعیم بوده نه ساحل. قشنگ مشخصه که میخواد نعیم رو زجرکش کنه و الان دیگه اثبات شد داره انتقام یه چیزی رو ازش میگیره و خودش خواسته که نعیم تا اینجا بهش نزدیک بشه و بعد اون ضربه کاری رو به نعیم بزنه و حتی هنوزم میخواد که مشکات و نعیم بهش برسن و از قصد اون حلقه رو اونجا جا گذاشت و یه سرنخ دیگه به مشکات داد. در غیر این صورت اینقدر تمیز کار نمیکرد و سرانگشتش رو از همه جا پاک نمیکرد، چون میدونست بالاخره پیداش میکنن. در مورد حلقه هم حتما صحبت خواهم کرد. لطفاً اگر تا اینجا از ویدیو راضی بودین لایکش کنید و چنل مهرشاد فیلم رو هم سابسکرایب کنید. بریم سراغ ادامه ویدیو. نکته مثبت کشته شدن ساحل این بود که برعکس 99% سریالای ایرانی که همش میخوان همه چی گل و بلبل تموم شه، سریال پوست شیر فعلا این کار رو نکرده و همش داره ما رو شوکه میکنه و مخاطب رو بازی میده. اما نظر من رو بخواید اینه که به نظرم کاش میذاشت ساحل رو در قسمت آخر بکشه، چون که اینجوری هیجان داستان بهتر حفظ میشد
و چون الان باید دوباره بشینیم گریه و زاری ها و سیگار کشیدن های نعیم رو ببینیم و اون قاتل هم سرنخ بده و نهایتا پیداش بکنن. این اتفاق کشته شدن ساحل میتونه باعث کند شدن مقطعی سریال بشه. بریم سراغ حلقه. باید بگم که در قسمت‌های بعدی احتمالاً گره‌های گذشته داستان به ما نشون داده بشه. اما میخوام نظرتون رو در مورد حروف اینساد که روی حلقه بود بدونم. به نظرتون کیا هستن؟ حرف اول احتمالاً اسم مرده و ساد هم اسم زن. فقط تو رو خدا از صدرا بکشید بیرون که ناراحت میشم اگه بگید بازم کار صدرا بوده. فقط من این احتمال رو میدم که یکی از اعضای اون حروف کشته شده باشه و یک ربطی هم به نعیم داشته باشه، حالا یا این یا ساد. توی کامنت ها منتظر نظراتتون هستم. در مورد احتمال وجود پلیس فاسد هم باید بگم که توی این قسمت خیلی به مودت، همونی که بغل رسول نشسته بود، شک کردم، چون وقتی جلوه داشت با رسول در مورد درختی و هک شدن و درس کردن اطلاعات صحبت میکرد و همچنین سوری اخراج شدن مشکات، دوربین همش میومد روی چهره مودت و انگار یک چهره مضطربی داشت و نگران بود که لو بره. در آخر اینکه دم آقای محمودی و تیمش گرم که آهنگ فوق‌العاده پوست شیر ابی رو پخش کردن و چقدرم به اون حال و هوا میخورد. توی فصل اولم میخواستن این کار رو بکنن اما سانسور اجازه نداد. توی این قسمت هم قطعاً سانسورهایی رو روی سریال پوست شیر پیاده کردن. مجموع همه این اتفاقا و کشته شدن ساحل و در نهایت آهنگ پوست شیر ابی باعث شد که غافلگیر کننده ترین اپیزود تاریخ تلویزیون ایران رو ببینیم. واقعاً گل کاشتن از این لحاظ. توی کامنت ها منتظر نظراتتون در مورد این قسمت و تئوری هاتون هستم. دمتون گرم که تا آخر این ویدیو مثل همیشه همراه مرشاد فیلم بودید. امیدوارم لذت برده باشید. لایک این ویدیو و سابسکرایب چنل مرشاد فیلم هم یادتون نره. تا ویدیوی بعدی مراقب خودتون باشید. مخلصم.